ابداری به این لباس، لباس دوستمونه که برای پایش این فاضلاب رفته بود و بسیار بسیار پر از لجن و بوی بسیار تعفن آور داره. آقای عطایی من بشه نبندش ساعت هم قبل دو برد بسته همه اون مگه نمیخواه بده ما اون بده با این بده خبرگزار سوال میکنه یه توضیح مختصر همینجور بگید داره چیه چیکار میکنه فلان بدون با خود اینا صحبت نکنید تو همین مسئله که میاد توصیف کنید شما آشغالا قاجم میره بگی؟ اینجا محل باغ آذریه. گودی که اون پایینه بهش میگن گود سید و شهدا. اگه توی خیابونا و کوچه‌های اطراف اینجا قدم بزنید، می‌بینی که همش حالته یه حالت گود مانند داره و شیب داره به سمت یه خط القهری داره همه روانا با جمع میشه. برای اینکه روان آب این مهدی داره جمع آوری کنن، تو طول معابر اینجا یه سری شبکه‌های زهکشی حرف شده از قدیم که به سختی میشه لای رو بی کردن شبکه خبرگزاری شده ما را در حدود 6 کیلومتر شبکه کبک گذاری شده از عمق تقریبا 7 8 متر تا 20 متر ما اینجا شبکه کبک گذاری شده. از کجا میاد؟ همه روان آب این محله باغازری داخل خود همین محله از طریق این شبکه جمع میشه. انهار همه هدایت میشن تو اینجا حالت گوده مجبور بدیم که شبکه زهکشی شو تو عمق اجرا کنه. از طریق این شبکه زهکشی همه آبا جمع میشه و میره به سمت تونل خیام ممکن از اینکه ترمینال جون ایبش اینه که اگه زباله هدایت بشه از طریق انهار رعایت نکنن اون آگاه سازی ما ضرورت داره تو شهروندانمون ایجاد کنیم که اگه رعایت نشه این زباله همش هدایت میشه به این شبکه کول گذاری شده و لای روبی این شبکه خیلی سخت و پیچیده میشه برای ما همونطور که میبینید کارگرا به چه سختی دارن کار لای روبی انجام میدن. اما یه حسنایی هم داره برای ما، میتونه خودش به عنوان یه تغذیه آب خانم اینجا برای ما عمل کنه این شبکه کولی که داریم. خب کل این محدوده با این شرایطی که میبینید اگه ما محض زباله مدیریت زباله دور ریزیمون رو کنترل نکنیم باعث میشه که کار ما روز به روز سخت شه و خدای نکرده اگه تو سیلاب‌های شدید یه مقطعی از این شبکه گرفتگی پیدا کنه این محدوده، چون حالت گود مانند داره ممکنه محدوده سیل خیز و خطرناکی برای ما بشه. قبل از اینکه برزه به اون تخلیه‌گاش تخلیه بشه اگه اینجا مدیریت نشه ممکنه اینجا برای ما حادثه ایجاد بکنه. دریچه‌های منحول آدمرو دسترسی به کالورت‌های خروجی سوم یا همون
مسیر تونل خیاممون هست که حوزه آبریز مرکزی شهر تهران رو در واقع پوشش میده و کل روان‌آب‌های سطحی شهر تهران رو به مخزن سال‌آباد هدایت میکنه و این تونل بزرگترین تونل آب‌های سطحی شهر تهران هست که حدود 4 متر و نیم ارتفاع و 4 متر و نیم هم عرضشه. حوزه آبریز مرکزی تهران از طریق این تونل وارد مخزن سال‌آباد میشه. اگر احیانا روزوی زباله هست از این در اینجا خارج کنن که مشکلی برای زمان بارندگی و تصدگی جریان یا سطح مقطع کانال مونتنگ شده نداشته باشه که انشالله بتونه در مواقع بارندگی عمق اینا با توجه به توپوگرافی منطقه متفاوته. ما در جلو پاکستانی هولوش 40 متر عمق داریم. الان این محلی که در خدمت ما هستیم هولوش 12 متر very good.